برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. فصلنامه معارف اهل بیت علیه السلام توسط بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر شد. در این فصلنامه 7 مقاله مختلف در حوزه زندگی و جایگاه ائمه اطهار علیه السلام گردآوری شده است. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت افغانستان در سال گذشته پیش از به قدرت رسیدن طالبان شمار معتادان در این کشور به 2.5 میلیون نفر می رسید که نزدیک به 850 هزار آن زنان هستند. دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل می گوید از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان کشت خشخاش در افغانستان در سال جاری بیش از 30% افزایش یافته و درآمد محصولات آن هم 3 برابر شده است. حسینیه و مسجد آل یاسین از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در جدیدترین اقدام نیکوکارانه خود به توزیع گوشت نظری میان نیازمندان چند شهر ایران اقدام ورزید. گفتنی است این اقدام نیکوکارانه با نیت سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و با تکیه بر رهنمودها و توصیه های آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر کمک به نیازمندان انجام شد.